سلام بچه ها، امیرزا دهخانم. فکر کنید امروز مربی خصوصیتونم تا بهتون کمک کنم به اون موفقیت برسید، اون هم فقط به شما. فکر کنم من اون کسی هم که وقتی گیر کردی و دنبال جواب درستی میتونی بهش اعتماد کنی. شاید این سوال ذهن خیلیاتون رو درگیر کرده، چون تو ذهن منم همیشه بوده چه شکلی پول پس انداز کنم. وقتی گوشت و مرغ و میوه اینقدر گرونه، لبنیات اینقدر گرونه، وقتی قیمت همه چی اینقدر داره میره بالا ولی حقوقا ثابته، چه شکلی پس انداز کنیم؟ حالا من اینجام که بهتون یک نکات کوچیکی رو بگم که مطمئنن یک برنامه موفق برای پول جمع کردن بهتون میده. سالهاست خودم دارم از اون استفاده میکنم و حسابی به درد خورد. خب ازتون میخوام برید گردش حساب بانکیتون رو باز کنید، ببینید در طول 2 یا 3 ماه گذشته چی خریدین، چقدر خرج کردین، همه رو بنویسید. جلوی هر کدوم از 1 تا 5 نمره بدید. چه نمره ای؟ این که هزینه ای که کردین چقدر اهمیت داشته. 4 و 5 رو بگذارید برای چیزهایی که باید میخریدین و لازم بوده. 1 رو بگذارید برای چیزهایی که دیگه عمرن نمیخریدش. 2 رو بگذارید برای چیزهایی که میگی یک دفعش بس بود. و 3 رو بگذارید واسه چیزهایی که دلتون میخواسته، حالتون رو خوب میکرده، مثل ماساژ، لباس، مانیکور، پدیکور، هر چیزی که حالتون رو خوب میکرده. حالا این وسط شاید 4 و 5 شما یک من باشه، یک من 4 و 5 شما باشه، این بستگی داره. اینو فقط شما میتونید تصمیم بگیرید که هزینه‌ای که کردین چقدر اهمیت داشته. پس هر کسی بر اساس زندگی خودش میتونه پول جمع بکنه. چند دقیقه زمان بگذارید و خیلی سریع به تمام هزینه‌ها که کردین از 1 تا 5 نمره بدید. حالا هر چیزی که امتیازش 1 و 2 بوده رو کامل حذفش کنید. به خانواده‌تون بگید که 1 و 2 قرار کامل حذف بشه من بعد، یا حداقل این ماه حذفه. وقتی این کارو انجام میدید حداقل میتونید 20% پس انداز کنید. 20% چیزی که ماه پیش خرج کردین رو این ماه میتونید پس انداز کنید. من بهتون قول میدم که میشه، اصلا مهم نیستش چقدر ول خرجید. ول خرج ترین آدم هم که باشید میتونید این 20% پس انداز کنید. هیچ کس نمیتونه به شما بگه 1 و 2 شما یا 5 و 4تون چی باشه. خودتون باید این کار انجام بدید. هیچ مشاور مالی نمیتونه به شما بگه چه چیزی باید برای شما مهم باشه. بهش کامل منطقی نگاه کنید. این شکلی میتونید پولاتون رو پس انداز کنید. اینجوری پولی که در میارین رو حفظ میکنید. آدم‌های پولدار به پول منطقی نگاه میکنن، اما آدم‌هایی که پول ندارن احساسی تصمیم میگیرن. پس منطقی فکر بکنید. به خاطر همین من دارم از این برنامه نمره دهی استفاده میکنم. 1 تا 5. از 1 تا 5 به هزینه‌هاتون نمره بدین، 4 و 5 رو نگه دارید، 1 و 2 رو قطعاً بگذاریدش کنار. منطقی تصمیم بگیرید، چون مهمه که پس انداز داشته باشید. برای خودتون، خانوادتون و آیندهتون خیلی اهمیت داره که این پس اندازه باشید. بتونید شب سر راحت رو بالش بگذارید که از نظر اقتصادی اهمیت دارم، خیالم راحت که یک پولی دارم، یک پس اندازی دارم. پس اگر میخوای مراقب خودت باشی، حواست به خودت باشه، خیالت راحت باشه، هم من هم خودت، این رو میدونیم که فقط خودت میتونی این کارو برای خودت انجام بدی، نه هیچ کسی دیگه ای. پس انداز اینها رو بهت میده، خیال راحت، امنیت، اعتماد به نفس. از همین الان شروع کن.